مغلطه اسکاتلندی واقعی یا No True Scotsman Fallacy. مغلطه اسکاتلندی واقعی موقعی اتفاق می افتد که فردی ادعای کلی درباره یک گروه بیان می کنند و وقتی مثال نقص از میان همان گروه به او داده می شود، به جای پس گرفتن ادعای کلی خود، با تغییر یک واژه گروه کلی را به گروهی مبهم می کاهد. یک ویژگی مهم این مغلطه به کارگیری واژه‌های مانند واقعی، حقیقی، اصل، اصیل، راستین و مانند آنها برای کاستن از عضوهای گروه کلی است. افراد در این استدلال به دنبال چیزی واقعی و اصیل هستند و ادعا می کنند شخص یا موضوعی که درباره اش حرف می زنند واقعی و اصیل نیست. مثال اول، دانیال. شاهنامه یکی از بهترین و کاملترین کتاب‌های تاریخه. من تا حالا ندیدم کسی ازش بد تعریف کنه. همه ایرانی ها عاشق شاهنامه هن. باربود. خب من ایرانی هم دیگه، ولی علاقه چندانی به شاهنامه ندارم. دانیال. پس تو ایرانی اصیل نیستی. توضیح. دانیال با اضافه کردن واژه اصیل به ادعای خود سعی دارد اشکال آن را بپوشاند. در واقع تعریف ایرانی بودن ارتباطی به علاقه به شاهنامه ندارد و واژه اصیل نیز مبهم است. مثال دوم، فرهاد. امام علی بسیار آدم کامل و درستکاری بوده، برای همینه که هر مسلمونی اونو الگوی زندگی و پیشوای خودش قرار میده. اشکان. این که مشخص اشتباهه. این همه سنی وجود داره که امام علی رو حتی امام خودشون نمیدونن. نظر راجع به اونا چیه؟ فرهاد. اونا مسلمون واقعی نیستن. یه مسلمون واقعی قطعاً عاشق امام علیه. توضیح. در این مثال نیز با توجه به تعریف مسلمان بودن که شامل همه مکاتب موجود در آن می شود، فرهاد با اضافه کردن کلمه مبهمی مثل واقعی، بخش بزرگی از این گروه را نادیده گرفته و با مغلطه کردن سعی در تصحیح ادعای خود دارد. به مغلطه اسکاتلندی واقعی هیچ اسکاندیناوی هم نیز گفته می شود. کاری از تیم جمهوری بی خدایان.